نقاشی من نمیشه بدون ایران. اینو 100% میدونم. وقتی که من پا میذارم تو خاک ایران، یه کاری میکنه. این علتی که عاشق ایرانم هستم خیلی زیاد و هر جوری ایران هست، اون چیزای کنار، یه چیزی تو خاک این کشور هیچ وقت عوض نمیشه، هیچ کی نمیتونه دست بزنن. سلام، من حنا شهنواز هستم. لطفاً بیا استودیومو ببین. من رنگ خودم میسازم و رنگ ساختن دو چیزی توشه. یکیش پیگمنته که رنگه و اون چیزی که چسب بشه. اگه رنگ روغن بخوای بسازی، پیگمنت باید قاطی کنی با روغن. من اون ویژوال آب رنگ خیلی دوست دارم و اسمش اون چسبی که میسازیم که با پیگمنت قاطی کنیم، سقف عربی از درخت آکاسیا میاد که با آب داغ میریزم توش، لهشم میکنم خیلی. حالا پیگمنت نیم رنگش از چند تا چیزی میاد، یا از خاک میاد که مثلا این خاک از مثلا این خاک از هرمز عراقیه، اینم خاک قرمزه. که وقتی که میخوای پیگمنت از خاک ورداری، اتفاقا آسونه. میذاری تو آب، اون چیزایی که کثیفه از آب میاد بیرون و دیگه خواب داری قاطی میکنی. بعد دومیش مینراله، مثل این حاشق اینم ازورایت اند ملکا. این پروسسش فرق میکنه، مثل خاک نیست، باید بکوبیش، بعد جدا کنی اون چیزایی که نمیخوای توشه، که فقط این آبیا میخوای. من دوستم که رنگم خیلی نرم نباشه، یه خود اون حس خاک هنوز بده. این میشه این رنگ که اگه جلو بیای میتونی ببینی سنگاش و دوتا آبی میبینی، یکیش کم رنگه، یکیش پر رنگه تا. این که کم رنگ تره لهش کردم بیشتر، تو میبینی که آبیش میره. من از این خوشم میاد وقتی که رنگ خودت میسازی، دی بازی کنی با این چیزا. اولین ارتباط که گرفتم با خاک، جزیره هست به اسم هرمز و میدونستم که خاک قرمز هست. رفتم اونجا که این خاک قرمز ببینم و استفاده کنم، درون که بیشتر از 40 تا رنگ های مختلف. بعد یه خاک بوده که شن کنار دریا، عاشق این شن شدم. میشه دستی به من یاد داد خاک؟ این که وقتی که میخری رنگ از مغازه میدونی چی در میاد. با خاک هیچ وقت اون رنگ بر نمیگرده، میری تو پروسس نقاشی و عوض میشه ارگانیکلی. و این هیجان انگیزه واسه من که اوکی، من فکرم این میخواست قهوه‌ای باشه، حالا بنفش شده، اوکی استفادهش کنم، بیارمش تو نقاشیم. بعد یه دستی دیگه که یاد میده این که نگیرم واسه خودم. اولین چیزی که اومد تن من یه ترس بود، این خاک میخواد تمام شه، بعد چی استفاده کنم، چجور شبدیز رو حالا نقاشی کنم، من این خاک رو عادت دارم. بعد هی میخواستم پس بازم وردارم. بعد دیدم که نه، این درست نیست، بذار بره، نه ترس، جست بذار بره. تا اینو گفتم به خودم، یک کسی از اینستاگرام که کارمو دید چند تا سنگ خیلی زیبا کادو فرستاد واسه من که واو، انقدر اینا عالی بودن، جالب بودن، من که واو، تا گفتم اینو ول کنم یه چیزی دیگه اومده. و به خاطر این میگم اوکی، خاک معلمه و چون معلمه و استادمه، من مسئولیت دارم که احترام بدم بهش، مثل به هر استاد احترام بدی و خوب نگهداریش کنم. حالا این روزا رفتم تا اسب. من چند سالم شیرخسرو نقاشی میکنم، خیلی با فوکس گلگون و شبدیز. این کانکشن که اسب میگیره با انسان، این واسم خیلی جالبه.
شیرین فقط میتونست به خسرو برسه به خاطر اسبش، چون اسب شبدیز انقدر تند بوده رفتن تونستن در برن. خسرو فقط میتونست با شیرین برسه به خاطر اسبش. اسب واسه من یک چیزیه که پشت اسبی کلات حواس و آزاد و پای اسب تو خاکه، و واسه من این یک کنکشن هوا با خاک و اسب، این چیز بین این دوتاست. خیلی ما میتونیم دانش از خاک بگیریم و قدیما میدونستن اینا. ما میخوایم سریع بپریم جلو، سریع بریم توی فلسفی کامپلکس، نمیبینیم که بعضی وقتا ساده باش. و بازم میگم برگردیم به نقاشی، این پروسس سنتی، رنگ ساختن، کاغذ ساختن که طول میکشه، تا نقاشی این همینو وجود میاره. بازم صبر و بعدم پخته شدن. این لاجورده، تو این اسب لاجورد کشیدم، اینم ملکایت، این ملکایت خیلی هم خاصه. و این دوتا دایموند داست روشه، استفاده کنه دایموند داست یه اجازه به من میده که دیگه دست نزنم به اون خاک هرمز، اکلیلای اونجا، و هنوز میتونم بازی با نور انجام بدم تا کارم، تا نقاشیم. این نور هنوز میاد و میرخصه. من از این دوتا خوشم اومد، این بازی به اینه، یه رنگ ثابت و خوابیده قویه، و این چیزای مثل اکلیل که نور میاد توش و نور میرخصه. دایموند داست اندی وورهول استفاده کرد، دیمین هرست، اینا خیلی چیز کنتمپری آرته و میتونی بگی شیشه کاریه. واسه من خیلی مهمه که اون حالت ایرانی نگه دارم، خیلی بازی نکنم باش که دیگه اون حس ایرانی نداشته باشه، ولی یه چیز جدیدم بیارم که جالب باشه واسه چشم ما. چیزی که از مینیاتور خوشم میاد چند تا لیر هست، یا میتونی داستانش رو بخونی از یه داستان، فان، عالی، یا میتونی بری توش فلسفیش رو ببینی، یا میتونی چیزای عرفانیش ببینی، یا میتونی درس زندگی بگیری. واسه هر انسان یه چیزی داره. یا هیچی نمیخوای بدونی از داستانش، ویژوال نگاه کن چقدر زیباست. زیبایی نیاز نیست خالی باشه، میتونه چیز خیلی عمیق باشه. نیاز نیست یه چیز زشت و ترسناک و غمگین نشون بدم. ما خیلی بدی میبینیم تو دنیا، مثلا تو آرت الان هم پولیتیکس هست، بیا بدی نشون بدیم. فهم میکنم الان تو دنیا یه خود زیبایی هم نیاز داریم. چیزای مهم هم میتونیم در صحبت کنیم با زیبایی.